دو طرف ما دو استعداد است و ما داخل لباس های خود تا جای نمیشم. چی آوردی به برنامه ما؟ آها دکلمه آوردی. در گلشنی کمال هر نوکر و سبکسر و بدگرد کاکه نیست. آفرین. چهار نیم ساله هشتک شعر حفظ میکنه، یعنی واقعا برنامه ما تانسته دوستا که بعض طفلا را استعدادش رشد بده. قصه هایم فصل های تازه ای دارد، ولی فصل های قصه دار آن تمامش مادر است. قدر مادر را ندانستیم و در خود گم شدیم، این همه از عاشقی گفتیم کدامش مادر است. خودت از ده نمره چند نمره میدی برش؟ از ده نمره صد. صد؟ از ده نمره صد میده. دوست داری با کی دکلمه کنی؟ من دوست دارم با مروبر جان یک بار دکلمه کنم. من به دوستایی پیام دارم که قیو بودن را یاد بگیرن، برای روزهایی که جز خودشان هیچ کس کنارشان نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. و سلام و وقتتان بخیر هموطنان عزیز. برنامه مروت و تمیم نفیسی فرا رسید. همچنان آیا امروز در برنامه مروت است یا خیر؟ نه خیر، یک هفته منتظر مروت جان بودیم ولی بر نگشت، فکر کنم در بامیان است و یک مهمان خیلی زبربیست با استعداد و خارق‌العاده دختر لایق. مرحبای قند با فاطمه امینی است. فاطمه همکار و مهمان هفته قبل ما، این هفته هم مهمان است در برنامه. شمایی که دور از افغانستان هستین، عزیزایی که داخل افغانستان در 34 ولایت، روزای برفیتان بخیر باشه و خدا کنه که این برنامه رو تعقیب کنین. خیلی برنامه جالب است. همچنان اگر از دکلمه های فاطمه امینی و مرحبای قند خوشتون آمد، کیف کردین، پس شما هم در پایین ویدیو بر ما کامنت بگذارین. ما سلام علیک میکنم با ای دو عزیز و همچنان همدلی ما ادامه داره. سلام و وقتتان بخیر. سلام خدمت شما لالا تمیم و خدمت مهمان عزیز ما مرحبا جان و سلام خدمت همه شما بنده های عزیز. امیدوار هستم که خوب و خوش و سرمند سرحال باشین. سلامت باشی فاطمه جان، خوش آمدی در برنامه. خوش باشین. سلامت باشی. سلام بر خودت. مرحبا. سلام بیننده های عزیز، امید که جور صدمن بوده باشید و امیدوار هستم خوب صدمن داشت. خوب هستیم، هم صدمن دام هستیم. مرحبا جان، چقدر نامت مقبول است. مرحبا. تشکر. مرحبا، میفهمی چی مانا میته؟ مرحبا چی مانا میته؟ آفرین. مرحبا آفرین نمیگه، مرحبا سلام هم میگن، درست؟ آه. و دوستا امکار خیلی خوب ما کفته قبل بود ولی امکار ما دیگه، اگر امکار بگیم ولی باید از گویندگی مرکزی را اینا بکنن. چطور هستی در گویندگی؟ تغییر کردی کم زرگک مانند ما رو شده یا نی زبانه؟ ما خینال مایی که بر خودت میتوم دیگه، امرای میمان ما اگر گپ بزنی بفرما. سلام مرحبا جان. سلام، بستی خودت. چی آوردی به برنامه ما؟ آها دکلمه آوردیم. دکلمه اول نشنویم؟ ازو؟ آها آسایست. ها مشنویم. در چشم های من غم فردا نهفته است، در قلب من ز درد گل سنگ شگفته است. آری منم سیاسری دوران تار تو، ناقص نیمه نصف توام در تبار تو. گاهی زمشت خشم تو فریاد میکنم، گاهی به آتشی تن خود شاد میکنم. گاهی به اشک رنگ غمی پاک میشود،
گاهی ازار امید دلم خاک می شود، اما هنوز به باغ دلم آرزو بجاست. در اوج بی پناهی من یار من خداست، او که بهشت خیش به پایم فگنده است. مرهم به در دعایی همه خلق و بنده است. روزی که در بهشت هوا نام من نوشت، نسل تمام آدمیان را ز من سرشت. ای تو حقیری بی خبر از حکمت خدا، ای گم شده از عقل و منطق همه جدا. آری زنم سیاسه رو کم در تبار تو، لیکن گجا مقام زن و اعتبار تو، لیکن گجا مقام زن و اعتبار تو. آفرین آفرین، بشک چقدر پرمعنا، چقدر زیاد هم بود. تیره چگونه حفظ کردی؟ ده چند روز حفظ کردی؟ من به یک روز حفظ کردمش. راستی مرحبا جان، چطور برنامه ما را پیدا کردی؟ من تعقیب میکردی؟ دیگه. کدام خاطره داری از برنامه تمیم نفیسی با مروت؟ بله. کدام خاطره؟ خاطره از جریان برنامه ما اگر دیده باشی. بله. دامی زیاد خوشت آمدی؟ کلش زیاد خوشم آمده. مثلا یکی شاید خوبتر باشه. بله. کدامش بود؟ بیاد نداری؟ شاید امو که به پدر یا به مادر خوانده بود. حال یادت آمد. و فاطمه جان چیگونه بود دکلمه؟ خیلی عالی بود. عالی بود؟ حالا یک دونه از فاطمه میشنویم. دوستان چقدر خوب میشه واقعا دو طرف ما، دو استعداد است و ما داخل لباسهای خود حتی جای نمیشم از بس که استعداد میبینیم و واقعا هر کیلو گوشت میگیرم. خداوند من تو استعدادها را رونما کنه و همگی با خبر شد که ما در افغانستان همچه استعدادهایی داریم که پنهان است. حالا میشنویم از فاطمه قند. چه خوب می شد اگر ما به هم ستم نکنیم، به قهر و کینه جهان را سرای غم نکنیم. شبیه بغض نباشیم و سد راه نفس، درون حنجره یک دیگر ورم نکنیم. هوا به قدر کفایت خراب و آلوده است، دیگر من و تو غبار در هوای هم نکنیم. برای آن که به ما دست دوستی داده، غرور و کینه دیدینه را علم نکنیم. به هر قضاوت بیهوده بیگناهی را به آن چه لایق آن نیست متهم نکنیم. هر آن چه سهم من و توست میرسد دیگر، برای سهم خود از سهم خلق کم نکنی. آفرین، کم نکنیم باید است نه؟ بسیار پرمعنا، بسیار مقبول. دمی دگلمه های یک رقم فاطمه جان ما فکر میکنیم، شاید مردم هم میفکر کنه که اقدر سر خود حاکم هستی، ماشاءالله حتی از امون شاعرهایی که نخبه است در کشور. به خاطر حتما زیاد تمرین میکنی یا که اما تو سبکت هست؟ نه اما تو سبکم هست، قضیانم تمرین نمی کنم. این شعرها را در عرض دو سه بار خواندن حفظ می کنم، چی طولانی باشد چی کتا. خب ماشاءالله واقعا امین میمری حافظه خودت که هست بسیار خوب است نه؟ خبر ندارم. خبر نداری. خب چایتانه بگیرین خی؟ چایتانه بگیرین و باز دوستان نگویند که میمان نوازی از دو کودک با استعداد نمی کنی. مرحبا، یکی از علاقمندای برنامه مروت با تمیم است. فعلا مروت جان کجاست؟ باید از کم ذره من شرح بتم. مروت جان فعلا دور از کابل است، در یکی از ولایت ها. شاید بر بگرده تا هفته های بعد تا که مروت بیایه. ما مهماندار هستیم ولی برنامه را تعقیب کنین. خیره که مروت نبود، تمیم نفیسی لالایش خواست.
و فاطمه است. همچون مهمانای عزیز داریم که امروز الگویشان فاطمه، مروت و بعض استعدادهای دیگر است. خودشان هم استعداد داره. برنامه ما را تعقیب میکردی در فیسبوک یا در یوتیوب؟ در فیسبوک. در فیسبوک تعقیب میکردی. بازم این مسئله که ما را پیدا کردی چیگونه شد که ما را پیدا کردی؟ پدر جان تا شلع گرفتی، مادر جان تا کی آوردت باز؟ با ما را مادر جان ما آورد. چی گفتین باز؟ با ما گفتیم در برنامه میریم. ما در برنامه میریم. و فاطمه جان یک برادر از این آمسته، اسمشان چیست؟ اسمشان کیانوش. کیانوش جانم با خود میداشته باشیم. بیا کیانوش بیا. خیلی خوب دگلمه میکنه. هر چند سنش چند سال است؟ چهار نیم ساله. بیا کیانوش بیا. آفرین. اینجا بیا. آفرین. خوب هستی؟ روی یک دور بوده؟ اینه تا امی دگلمه را که میکنی بر ما شروع کن، درست؟ دیگه با مزه بلند کمه، خب؟ روی تیسو دور بوده؟ اینه برو. در دقیقت در زمیر و باورم هم محور است، از لبم جوریست اشعاری که عالی پیکر است. در کنار عقل و دل یک عام جنگیدن چه سود، جنگ های این چنینی مثل جنگ خیبر است. اتفاقم جوریم چون موت در دریای عشق، همتم از قلعه پامید هم بالاتر است. درد فرهادی که دارد این گذشت نیستی، هر گردد نیست و گویا شیرین باور است. دل شکستن نیست اصلا در سرشت عاقلان، گفته بودن دل بدست آور کج اکبر است. در جهان دیگر عزیزی نیست چون انسانیت، خواب میگردم بانهایی که انسان پرورد است. آفرین. چقدر خوب، ماشاءالله. چند سال هستی؟ چهار نیم ساله. دوستا چهار نیم ساله اینقدر شعر پرمعنا و یک شعر رنگ هم افس کردن یک استعداد کار داره. آفرین کیانو جان، برو در جایکت. سپاس، تشکر. و فاطمه، هفته که گذشت برنامه خودت امرای ما بود و یک ویدیویت غوغا کرد، گل کرد. تقریباً فکر کنم 1.5 میلیون بازدید گرفت. خبر داری؟ خبر داری نه؟ باز ده میلیون که ویدیویت رسید. تا فعلا کدام ویدیویت میلیون رسیده بود؟ رسیده بود. کدام ویدیویت؟ خبر ندارم، مقصد رسیده بود مقصد. و دوستا، هفته که گذشت امروی فاطمه برنامه داشتم، خیلی خوب شما حمایت کردین. هرچند ما احساسی را میکنیم که جای مروت خالی است، ولی بیاییم که ما جایش را پر کنیم توسط مهمانای عزیز و فاطمه قند. فاطمه جان، دگلمه دومم از خودت میشنوم؟ صحیح. درست؟ چه زیبا میشد این دنیا اگر شاه و گدا کم بود، اگر بر زخم هر قلبی همان اندازه مرهم بود. چه زیبا می شد این دنیا اگر دستی بگیرد دست، اگر قدر محبت را به ناف زندگانی بست. چه زیبا می شد این دنیا کمی هم با وفا باشیم، نباشد روزگاری که نمک بر زخم ها پاشیم. چه زیبا می شد این دنیا نیاید عشق محرومی، زمین و آسمان لرزد ز آه و درد محرومی. چه زیبا می شد این دنیا شود کی نزد دلها گم، اگر بشکستن پیمان نگردد عادت مردم. بشک، واو، چقدر پرمعنا، یکی از دیگه مقبولتر.
یک کلکشن شما جور کنین خودتان، امی شعرهایی که نام خدا بسیار مقبول است او را باز تقدیم ما فقط در برنامه ما بکن. خب؟ آفرین. چی گونه بود دکلمه؟ خیلی عالی بود. خیلی عالی بود. خودت مکتب میری صنف چند هستی؟ من صنف اول هستم، ما جدید صنف دومیشم. خب یعنی 7 سال هستی؟ یا 6؟ 6. در 5 سالگی مکتب رفته بودی؟ بله. آه بشک. و برادر 4.5 ساله بود، چقدر خوب دکلمه کرد و حفظ کرده. 4.5 ساله هشتک شعر حفظ میکنه، یعنی واقعا برنامه ما تانسته دوستا که بعض طفلا را استعدادش رشد بده و یک الگوی خوب برشان تعیین شوه. خیلی عالی. خوب خودتون یک دکلمه کو بر ما، درست؟ دکلمه دوم خودت کدام است؟ وطن. وطن. وطن مادر است. نه؟ وطن مادر است. و چقدر ما مادرهای خود دوست داریم. ای بعد دوستای معلوم است که دور از افغانستان هستند، دلشان میتبه به یاد وطن که یک ذره برفباری وطن، همی برف پاک کردن وطن یادشان میاد که چه وقت است. شما نیستین که نفس ما برآمد پاک کرده. خب بفرما. رهبری آزاده و هوشیار میخواهد وطن، صادق و روشنگر و هوشیار میخواهد وطن. کشتی بشکسته میهن گرفتار است به خشم، ناخدای خبره و پرکار میخواهد وطن. گر تو دلسوزی بیا بر حال این مردم نگر، یک رئیسی دولتی غمخوار میخواهد وطن. تا به کی با سرنوشت خلق بازی میشود؟ تا به کی با سرنوشت خلق بازی میشود؟ خادمی با دانش و همیار میخواهد وطن. جان و قلبی مادران بنگر که می سوزد ز غم، چاره و دارو به هر بیمار میخواهد وطن. مادری میهن که می سوزد ز هر جنگ و نفاق، از دفاق بگذر گلی بیخار میخواهد وطن. مادری میهن که می سوزد ز هر جنگ و نفاق، از دفاق بگذر گلی بیخار میخواهد وطن. هر زبانی در وطن زیبایی میهن بود، دوری از تبعیضگر و اغیار میخواهد وطن. آه بشک بشک. چقدر وطن تا دوست داری؟ این دکلمه را برش آماده کردی؟ بله. زیاد دوست داری؟ آه. آفرین. دکلمه میهنی واقعا شنیدنش کیف دیگر داره. دوستا چطور بود دکلمه؟ خیلی عالی بود. آفرین. آفرین. خب فاطمه جان، سوال از میمان ما داری در خدمت؟ کدام سوال من شاید داشته باشی؟ یک سوال دارم. چی وقت شروع به دکلمه کردن کردی؟ ما از وقت مکتبم کرده بودم، ما کم کم موجه ترانه و دکلمه میکردم. ما از هم وقت ما شوق پیدا کردم در دکلمه. آفرین. باز بعض وقتا در مکتب چطور؟ در مکتب در سر فایل ترانه میخونی حتماً یا انانسری گویندگی میکنی؟ بله یا میکنم. میکنی. آفرین. کدام استادت از زیاد دوست داری؟ یک استاد داری؟ چند استاد داری؟ سه استاد. باز کدامش از زیاد دوست داری؟ همیشه زیاد دوست داری. نه خو یکی زیاد باز دوست داشتنی است حتماً. بله. کدامش؟ یک تا هسته. یک دانسته اون رزیاد دوست. استاد کدام مضمونت است؟ او همه مضمون است و دیگه دو دانه دیگهش از انگلیسی و کمپیوتر است. این حالا بری همی استاد انگلیسی و کمپیوتر سال بعدی بخوای ناکام کن. خب شوخی کردم امراید. خب آفرین. و فاطمه، تشویق مردم در هفته گذشته چیگونه بود؟ عالی بود. عالی بود؟ کدام ویدئوی خودت که 4-3 دکلمه داشتی یا 4 دکلمه؟ 5 دکلمه داشتی. 5 دکلمه. آفرین. خودت کدام ویدئو زیاد خوشت آمد؟
از کلگشان خوشم آمد، مخصوصاً از شعر آدمک آخر دنیاست بخنم. آه آدمک آخر دنیاست بخنم. مرا خودم هم زیاد خوشم آمد امی دگلمه، ولی چطور کنیم؟ من دگلمه کردن هم ایتانم، اصلا ما و دگلمه ساخته نشدیم. بعض متنا و بعض نصرها را شاید خوانده بتانم، بعض اعلانات تجارتی را، ولی دیگه از دگلمه از ما چیز جور نمیشه. میشه؟ آه میشه، اما باید اگه تلاش کنیم. آفرین. خب دو دگلمه شد؟ دوستا هم دلیم و ادامه داره، میریم به طرف دگلمه بعدی. دگلمه سوم است؟ آ. از خودتام سوم میشنه؟ خلاص دوستا، با چند دگلمه اوردی ده یفته؟ من زیاد است. امو دگلمه که واقعا خودت خوشت میانه، امو رو بر ما دگلمه کن. قصه پرغصه ای دارم که نامش مادر است. خط به خط قصه هایم التیامش مادر است. قصه هایم فصل های تازه ای دارد، ولی فصل های قصه دار آن تمامش مادر است. قدر مادر را ندانستیم و در خود گم شدیم، این همه از عاشقی گفتیم کدامش مادر است. در میان قصه ها از عاشقی ها گفتم، در میان قصه ها از عاشقی ها گفتم، عشق های با دوام و با مدارش مادر است. بر در میخانه رفتم تا ببینم عشق را، من شراب عشق را دیدم که جامش مادر است. واو واو واو. مادر دستایش از بوسیدن است. بعد از خدا اگر روا می بود سجده بر مادر می شد. آفرین. ولی می پدر جان چی کار کرده؟ پدرم دیگه گناه نکرده. بیا به پدرم بشنویم. داری به پدر؟ به پدر آمادگی نگرفته. خب هفته بعدی درست؟ سیسته. دوستا شما منتظر باشه هفته بعدی، اگر خواست خدا بود. یا داری فعلا؟ نه ندارم. پدر اسطوره از آسمان است. پدر دیگه شد؟ امی میشه؟ نه. نمیشه. خب درست است. چطور بود دگلمه؟ خوب بود دیگه. خب خودت از ده نمره چند نمره میتی برش؟ از ده نمره؟ صد. صد. از ده نمره صد میتن. واو بیشک. خب دگلمه خودتا میشنویم درست؟ بله. آخری دگلمه است؟ و یک دانم با دوگانه شما تا داره نه؟ درست. در بی مکتب را برویم باز کن، رای حق را این چنین آغاز کن. بکس نو را که خریدم کهنه شد، زنگ مکتب را بگیر آواز کن. آن خدا از دین خود بر ما بگفت در کودانش را به مثل راز کن. هرچی کردی در خفا کن ای عزیز، ظلم و نفرت را به مثل راز کن. برگی اول از کتاب سال نو، پرز عشق و معرفت از راز کن. فهمیدن فرضی خدا باشد بکل بال فهمت را کشا پرواز کن. گرچه دختر یا پسر هر دو یکی، خالق او باشد چنین پیشتاز کن. آفرین آفرین. واو بشک چک چک داشت نه؟ حالی چقدر خوب دگلمه میکنی. اینمو تو ادامه بده دگلمه رو درست؟ اگر مردم تشویقت کرد و انشالله تشویق میکنن دوستا، مانند خودت بسیار استعداد است. شمایی که برنامه تمیم نفیسی با مروت تماشا میکنین دوستا، اگر شما هم چو استعداد دارین و اگر از دگلمه های اطفالتان شما را مزه میتونی بسیار کیف میکنین با شنیدن دگلمه هایشان، شما فکر میکنین که استعداد داره اطفالتان، پس شما در پایین ویدیو بر ما کامنت کنین یا هم در مسنجر فیسبوک ما پیام بگذارین و پل ارتباط همین مسنجر فیسبوک ما هست. همچنان ما انشالله اطفالتان را دعوت میکنیم در برنامه.
چه خوب دکلمه میکنه؟ خیلی عالی. چقدر وقت میشه؟ گفتی یک سال میشه؟ بله. در یک سال این رقم دکلمه عالی، انشاءالله دو سال شه و سه سال و ده سال بعد بخیر شاعر هستی. یا انشاءالله اگر در یک سال دیگه هم کار کنی، شاید بعضی استعداد دار در یک سال دو سال میرسنه. بله. پیام اخیر تا میشنوم، چی پیام داری؟ ما به دوستایی پیام دارم که قیوب بودن را یاد بگیرن، برای روزهایی که جز خودشان هیچ کس کنارشان نیست. امی راستی دگلمه دوگانه شما مانده؟ بیا کیانوش. آفرین. خیلی قسمت بیشی؟ هر بی ثبات و بی دل و بی درد کاکنیست، هر مفسد و ستمگر و خمگرد کاکنیست. جانا بکوش تا نکنی خانه خراب، هر کس دهد به مردم خود درد کاکنیست. دریا دلان به اوج قداست رسیدن، هر بی اصول و روده و روگرد کاکنیست. پاس ادب بدان که در گلشنی کمال، هر نوکر و سبکسر و بدگرد کاکنیست. هر زاهد و نمازگزار و فقیه شهر، غم گردهد بسینه همدرد کاکنیست. فرزانه باش اهدی کرم باش، مرد باش هر ناروا و منکر و شبگرد کاکنیست. آزاده باش اهل قلم باش، اصل باش هر بی مرام و جوهر و نامرد کاکنیست. در آستانی مردی در وادی ادب، هر کس خلاف وعده عمل کرد کاکنیست. راسخ نه آزموده مشو آشنا بکست، هر کس مراد و کچه و کچگرد کاکنیست. آفرین. خلاص شد؟ بله. بسیار تشکر. واقعا دوستا پرمعنا و یک دگلمه عالی که من اولین بار است میشنوم. دوگانه برادرش 4.5 ساله، خودشم 6 ساله. عالی است. سپاس از شما. خودت گفتنی نداری؟ دارم. بگو گفتنی ده. بگو. از یادم نیست. خب ده یادت نیست؟ آفرین. از خودت چطور؟ خودت خلاص گفتی نه؟ گفتی قوی بودن باید یاد بگیریم. سپاس از شما. تشکر. و فاطمه جان چطور بود تکلمه؟ خیلی عالی بود. خوش اومد. عالی بود. و اگر خودت خواسته باش یک دگلمه دگانه‌ای کنی همراه یکی از شاعرها، یکی از دگلماتورها، یکی از شادختها و یکی از شهزاده هایی که خرد باشه، دوست داری با کی دگلمه کنی؟ من دوست دارم با مروت جان یک بار دگلمه کنم. با مروت جان؟ بیا خدا بزرگ هسته. من دگلمه اخیر خودتا میشنوم. فکر کنم یک دگلمه دیگه. چند دگلمه آوردی؟ زیاد است. ایرا به عنوان پیام برتون میگم. درست است. مهربان باش که این عمر گران میگذرد، قدر این لحظه بدان چرخ زمان میگذرد. بر لب گل بنشان دست فقیری تو بگیر، هرچه با هر که کنی بر تو همان میگذرد. آسمان را به زمین با قلم عشق بدوز، زندگی از برت این گونه روان میگذرد. خنده کن غنچه احساس برویان که بهار، به همین سرعت بسیار جهان میگذرد. بسیار پر معنا. آفرین. تشکر. هر چی کنیم بازم دنیا در گذر است، نه؟ باید است چی باشیم؟ مهربان. مهربان نه؟ باشیم. باید است مهربان باشیم. و بیشتر درباره دگلمه درباره مادر بود، نه؟ واقعا گفتی که یعنی عشق پاک و مقدس فقط مادر است. واقعا دوست همتون هسته. خدا شاید است همتون هسته. یگانه عشق که هیچ چیز از طرف نمیخواه او مادر است. واقعا بهترین نعمت دنیا مادر است. و بسیار تشکر از خودتام فاطمه. فاطمه جان
یک دونه دگلمه دیگه ما را کیف کرد. یک دگلمه دیگه بشنویم، درست است؟ صحیح است. کدام دگلمه؟ درباره چی است؟ وای اگر مرد گدا یک شب سلطان بشود. وای اگر مرد گدا یک شب سلطان بشود. مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود. هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس، جغد ویران نشین مرشد مرغان بشود. سرزمینی که در آن قحط شود آزادی، گرچه دیوار ندارد خود زندان بشود. باغبانی که به نجار دهد باغش را، فصلهایش همه همرنگ زمستان بشود. ناخدا ناخدا دل خوش این آبی آرام نباش. ناخدا دل خوش این آبی آرام نباش. وای از آن لحظه که هنگامه طوفان بشود. آه بسیار خوب، واقعا عالی بود دوستا. چه یک پیام خوب در قالب یک دکلمه. گفتی کدام دکلمه دیگر هم داری؟ آه بفرما. طالعم را بردم و در کنج باغی کاشتم. روز دیگر خلق گفتند نیمه باغ پژمرده است. باغبان را نامه بفرستم که جویم علتش. باغبان هرگز نیامد چون که او هم مرده بود. اوه خدا نکنه. سپاس فاطمه جان. با علاقمندا، با دوستا، با عزیزایی که برنامه ما و خودت میبینه چی گفتنی داری؟ و اینمی ها میگن که فاطمه آمد مروت دیگه کشید از برنامه. اینمی را واضح بساز. چو وقت برمیگرده مروت؟ شاید هفته بعدی یا بعد از هفته بعدی برمیگرده و من تا یک مروت نامدم و جایگزینش هستم. سپاس خوارکم. و دوستای عزیز، ما هم رسیدم به قسمت اخیر برنامه. تشکر از مرحبا جان، همیشه این ما تو با استعداد باشی. تشکر. سپاس. و در اخیر برنامه تشکری ویژه میکنم دوستا از شما و از بینندهایی که دور از افغانستان هستن، عزیزانی که در 34 ولایت ما رو تماشا کردن تا این لحظات. بالاخره رسیدیم به قسمت اخیر برنامه، وقت برنامه هم تمام شد. جا داره سپاسگزاری کنم از رستوران مندی عرب واقع شهر نو مجید مال منزل سوم بابت لوکیشن همیشگی برنامه. تا برنامه های بعد شما را به الله یکتا و یگانه امانت میسپارم. شاد و خرم باشید همیشه، محبت بر دلتان پیروز باشید.